و سلام و وقت خیر و سرویس خبر این ساعت از شبکه جهانی هزار ورد با من دلقیس بهار و همکارم فرید فانوس خوش آمدید سرخط اخبار جمهوری اسلامی 16 خانه با شده به افغانهای غیر مجاز در تایباد را مهرموم کرد کشته شدن یک عضو طالبان در درگیری با یک پسر جوان پایان حمله اسرائیل بر ایران و مهمترین نکته های حمله اسرائیل به ایران اخبار داستان عمومی و انقلاب تایباد در ایران گفت 16 خانه که از ابتدای امسال در مناطق مختلف شهر تایباد به افغانهای غیرمجاز واگذار شده بودند شناسایی و مهرموم شدند حاج صدیقی گفت این اقدام در راستای مطالبات مردمی و با دستور مقامات قضایی انجام شد او روز شنبه پنجم مغرب به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفت کسانی که به افغان بین افغانها خانه اجاره داده بودند با تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شدند این مقام قضایی جمهور اسلامی توضیح داد افرادی که در واگذاری واحدهای مسکونی بتبای خارجی غیرمجاز مشارکت داشتند از جمله مشاوران املاک با تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شدند و مطابق با قانون با آنان برخورد خواهد شد داستان عمومی به انقلاب تایباد تاکید کرده که اجاره فروش و معامله با افغانهای غیرمجاز ممنوع و تخلف است افزون بر آن حجت صدیقی هشدار داد که جابجایی اتبای غیرمجاز خودروهای شخصی بشرهای مختلف کشور نیز ممنوع است. منابع محلی در خوست می گویند که در پی درگیری خودی طالبان بر سر یک پسر در این ولایت یک جنگجوی این گروه کشته شده است. منابع روز شنبه پنج اقرب به روزنامه هزار تایید کردند که این رویداد روز گذشته در ولسوالی زازه میدان رخ داده است. به گفته منابع جنگجوی کشته شده ملا عزیز گل نام داشت و مسئول مرکز تعلیم و تربیه پلیس طالبان در این ولسوالی بود. بر اساس اطلاعات منابع، این درگیری بر سر موضوع یک پسر رخ داده است. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. مسئولان محلی طالبان در خوست تاکنون در این مورد چیزی نگفته اند. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل از پایان حمله هوایی این کشور بر ایران خبر داده است هاگاری روز شنبه 26 اکتبر در پیام ویدیویی گفته که ارتش اسرائیل در این حمله مراکز نظامی ایران در تهران و شمال این کشور را موفقانه هدف قرار داده است دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است که آنان در این حمله ها نزدیک به 20 مرکز دفاع هوایی و سایت های ساخت پهپاد و موشک ایران را هدف قرار دادند و افزود: است من تایید می کنم که پاسخ حمله ایران علیه اسرائیل پایان یافته است سخنگوی ارتش اسرائیل از ایران خواسته است که از پاسخ به این حمله جدا خودداری کند با این حال مقام های ایرانی گفتند که دستگاه های دفاع هوایی این کشور موفق به رهگیری موشک ها و جنگنده های اسرائیلی شده است هرچند اسرائیل میگوید که در این حمله چند مرکز نظامی ایران مورد حمله دقیق قرار گرفته اما تهران آن را رد کرده است شبکه المیادین به نقل از منابع خود گزارش داده که تلاش اسرائیل برای هدف قرار دادن پایگاه های دستگاه دفاع هوایی ایران در ولایت تهران با شکست روبرو شده است اما هنوز از تلفات و خسارات احتمالی برخواست از این حملات گزارش نشر نشده است و دنبال این حملات اداره هوانوردی ایران پروازها در این کشور را تا اطلاع ثانی لغو کرده است با این همه مقام های آمریکایی خاطر نشان کردند که ایالات متحده در این حمله اسرائیل مشارکت نداشته است اما تلاویو ساعت پیش از آغاز آن به واشنگتن اطلاع داده بود گفتنی است کرتش اسرائیل در پاسخ هم... به حمله موشکی چند روز پیش ایران در تل اوایل روز شنبه با دست کم صد جنگنده و بهباد بر مراکز نظامی ایران حمله کرده است به دنبال حمله اسرائیل بر ایران این کشور کشته شدن دو عضو ارتش خود را تایید کرده است ارتش ایران روز شنبه 26 اکتبر با نشر بیانیه نگاشته است که این دو تن در دفاع از حریم هوایی کشته شده اند در این بیانیه آمده است که ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای دفاع از حریم امنیت ایران زمین و جلوگیری از آسیب به ملت و منافع ایران دو تن از رزمندگان خود را شب گذشته حین مقابله با پرتابه های اسرائیل فدا کرد بر اساس گزارش تصنیم در بیانیه جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش ها مبنی بر سکوت ایران در مورد حمله اخیر اسرائیل بر تهران را پوچ خوانده است بقایی هشدار داده است که تهران با تمام توان به هر حمله اسرائیل در ایران پاسخ خواهد داد. سپاس فراوان از اینکه تا پایان این سرویس خبری با ما بودید تا برنامه ها و سرویس های بعدی از چینل خبری هزار ورد شما را به الله پاک و بینیاز می سپارم. روز و شب شما خوش خدا نگهدار.